سلام، برنامه این هفته ما را طبق روال همیشه تا لحظاتی دیگر خواهید دید. متاسفانه پس از ضبط این قسمت خبر مرگ استاد آواز ایران محمد رضا شجریان را شنیدیم. استاد شجریان بیشک یگانه ای بود در سپهر موسیقی ایران، کسی که برای سالها یک تاز آواز ایرانی بود. استاد شجریان در سخت‌ترین وضعیت سیاسی و اجتماعی در کنار مردم ایستاد و برای مردم خواند و همین ویژگی استاد بود که او را به هنرمند ملی ایران تبدیل کرد. در برنامه آینده بیشتر به استاد شجریان، زندگی و هنرش می‌پردازیم. نامش بزرگ و یادش گرامی باد. سلام، به مناسبت اعلام برندگان جایزه های نوبل امسال که از چند روز پیش آغاز شده، در برنامه این هفته نگاهی داریم به زندگی آلفرد نوبل، بنیانگذار این جایزه و چگونگی پیدایش آن در 120 سال پیش. و از یک پژوهشگر تاریخ علم میپرسیم اهدای این جایزه تا چه حد به پیشرفت علم کمک میکند. گزارشی داریم از زندگی دلائی لاما، رهبر دینه بودایان تبت که جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. همچنین میبینیم چرا تعداد زنانی که جایزه نوبل دریافت کردند بسیار اندک است. گفتگویی هم داریم با شیرین عبادی، تنها ایرانی که جایزه نوبل دریافت کرده، و در گفتگویی با یک پژوهشگر ادبیات میپرسیم که چرا ادبیات غنی فارسی تا به حال جایزه نوبل دریافت نکرده. جایزه نوبل معتبرترین جایزه جهانی است که از 120 سال پیش در رشته‌های علوم، پزشکی، اقتصاد، ادبیات و صلح اهدا می‌شود. بنیانگذار آن آلفرد نوبل، مخترع سوئدی دینامیت است. او در زمان حیاتش به دلیل اختراع این ماده انفجاری از طرف عده‌ای به عنوان فردی جنگ افروز شناخته می‌شد. او شاید برای باقی گذاشتن نامی نیک از خودش با ثروت هنگفتی که از اختراع دینامیت و اختراعات دیگر کسب کرده بود، بنیادی را برای اهدای این جایزه تأسیس کرد. گزارشی داریم از زندگی آلفرد نوبل و تاریخچه جایزه‌ای که به نام او معروفه. جایزه نوبل برای بزرگداشت کسانی است که دستاوردهای بی سابقه‌ای برای بشریت به ارمغان آوردند. این جایزه به شماری از برجسته‌ترین چهره‌ها در دنیا اهدا شده. از دکتر مارتین لوتر کینگ که جنبش صلح‌آمیز حقوقی مدنی را به راه انداخت، تا ماری کوری که نوآوری‌های چشمگیری در علوم فیزیک و شیمی داشت. این مشهورترین جایزه جهانی البته ماجرای شگفتی دارد. این جایزه را آلفرد نوبل، مخترع ثروتمند سوئدی، بنیان گذاشت. بسیاری از بستگان او دانشمند بودند، اما دستاوردهای خود او واقعاً انقلابی بود. نوبل 355 اختراع به نام خود ثبت کرد. مشهورترین اختراع او البته دینامیت بود. دینامیت یک ماده انفجاری است که نوبل می‌خواست برای استخراج مواد معدنی از دل زمین از آن استفاده کند. نوبل با اختراعی که کرده بود خودش را در وضعیت بغرنجی قرار داده بود. برادرش را در جریان یکی از آزمایش‌های انفجاری از دست داد و پدرش هم به دنبال این حادثه درگذشت. در همین حال خودش شاهد سوء استفاده از اختراعش برای ویرانگری بود. وقتی سوئد استفاده از مواد انفجاری را ممنوع کرد، نوبل مجبور شد به کشورهای دیگر برود. نوبل اصرار داشت که از دینامیت می شود به عنوان وسیله برای بازداشتن کشورها از شروع جنگ استفاده کرد، و در همین حال به اختراع انواع دیگری از ترکیبات دینامیتی ادامه داد و ثروت هنگفتی از این راه به دست آورد. یک روز نوبل در حال روزنامه خواندن توجهش به نوشته‌ای جلب شد که خبر از درگذشت او می داد. روزنامه نگار گفته بود که نوبل جنگ افروز بوده و ثروتش را از فروش تسلیحات به دست آورده بوده. همان روز نوبل به این فکر افتاد که اختراعات مثبت و صلح‌آمیز را تشویق و ترویج کند.
بخش عمده ثروت او باید برای بزرگداشت و اهدای جایزه به صلح‌آوران و دانشمندانی هزینه شود که برای بهبود وضع بشر تلاش می‌کنند. نوبل پیش از درگذشتش در سال 1896 94% از کل دارایی خود را به تأسیس بنیادی اختصاص داد که مسئولیت انتخاب برندگان و اهدای جایزه به آنان را بر عهده بگیرد. این مبلغ معادل 210 میلیون دلار بود. 5 سال پس از مرگ نوبل، نخستین جایزه نوبل در سال 1901 اهدا شد. از آن زمان، چهره‌های برجسته و همچنین بحث برانگیزی این جایزه را دریافت کردند. تا کنون 597 جایزه نوبل در رشته‌های گوناگون اهدا شده. برای نمونه، وینستون چرچیل سیاستمدار با اینکه به دلیل رهبری بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم به شهرت رسیده بود، در رشته ادبیات برنده جایزه نوبل شد. بنیاد نوبل او را استاد روایت‌های زندگی نامه‌ای و یک سخنور درخشان خوانده بود. چرچیل در سال 1953 نتوانست به شخصه در مراسم اهدای جایزه شرکت کند و همسرش از طرف او این جایزه را دریافت کرد. ژان پل سارت از نویسندگان و کنشگران مشهور فرانسه بود. سارت در ستایش آزادی بیان نوشته بود و اینکه حتی از آزادی بیان بدترین دشمنان خودش هم دفاع می کند. در دوره‌ای که استعمارگری با چالشی جدی مواجه نبود، سارت در نوشته‌های خود به مخالفت با آن می پرداخت. با این حال وقتی در سال 1964 نامش به عنوان برنده جایزه ادبی نوبل اعلام شد، از دریافت این جایزه خودداری کرد. می گفت به عنوان یک نویسنده نمیخواهد نامش زیر سایه هیچ نهاد و سازمانی قرار بگیرد، چون به نظرش در این صورت اعتبار خودش را از دست میداد. مراسم ویژه جایزه نوبل 10 دسامبر در سال روز درگذشت آلفرد نوبل در استکهلم برگزار می شود. جوایز نوبل را پادشاه سوئد اهدا می کند. جایزه نوبل از نوآوری و خلاقیت حمایت کرده و جوامع را به سمت صلح و آشتی سوق داده. تلاش‌های مادر ترزا برای مبارزه با فقر، ادبیات الهام بخش تونی موریسون و اختراعات تویویو برای محافظت از افراد آسیب پذیر در برابر بیماری مالاریا. چون این دستاوردهایی همه شایسته جوایز بودند که آکادمی نوبل برای ارج گذاشتن به آنها اهدا کرده. اما دنیا هنوز اسیر کابوسی است که اختراع سلاح‌های کشتار جمعی به بشریت تحمیل کرد. آیا جایزه نوبل توانسته صدمات اختراع زیانبار او را جبران کند؟ جایزه نوبل در سه رشته علمی فیزیک، شیمی، فیزیولوژی یا پزشکی بسیار معتبر است. پژوهشگران علمی کسب این جایزه ها را افتخاری بزرگ برای خود می دانند. جایزه نقدی حدود 1 میلیون دلاری هم تحول مهمی در زندگی دانشمندان ایجاد می کند. درباره اهمیت جایزه های نوبل در علوم گفتگویی داشتم با عرفان کسرایی، پژوهشگر تاریخ علم. خب آقای کسرایی، یکی از جایزه های مهم نوبل، خب جایزه در علم، در فیزیک و شیمی و بیولوژی و اینا و بسیار مهمه برای دانشمندان. من می‌خواستم از اینجا شروع کنم که اصلا این جایزه چه کمکی می‌کنه به پیشرفت علم، این جایزه نوبل و اثری داره و چقدر مهمه؟ ببینید، از ابتدای قرن 20 از سال 1901 که اعطای جوایز نوبل شروع شد، خب طبیعتاً دانشمندان در تمام این قرن اخیر با هم رقابت کردند و این انگیزه رو داشتند که به جایزه نوبل دسترسی پیدا کنند. در رشته‌های مختلف، در ابتدا خب در ابتدای شکل‌گیری در همون سال 1901 رونتگن بابت کشف اشعه ایکس جایزه نوبل رو برد. هیئت داوران نوبل، یعنی کمیته نوبل، خب خیلی فیزیکدان توش کم بود، ولی به تدریج تعداد فیزیکدانان بیشتر شدن، همینطور که در تاریخ به جلو میای میبینیم که بیشتر علوم مختلف که کاربردهای مختلف داشتن شناخته شدن.
و در ادامه جایزه نوبل در واقع یک تقویم تاریخی است از اتفاقات جهان در این قرن اخیر. میتونیم سالهایی رو ببینیم که در اون نوبل اعطا نشد، در 1916 1940 تا 42 نوبل نداشتیم، و در این حال میتونیم ببینیم که چه سالهایی چه تجربه هایی بشر در این قرن داشت. مثلا جایزه نوبل اقتصاد وجود نداشت، از 1960 به بعد بود که شاید بعد از جنگ جهانی اهمیت اقتصاد در تاریخ بشر بیشتر شد، اون وقت میبینیم که جایزه نوبل هم اضافه شد. اینه که به اختصار اگه بخوام بگم، قرن اخیر حدود 120 سال گذشته از اعطای جایزه نوبل، یک جوری تقویم تاریخ هم هست و میشه تحولات تاریخ بشر رو هم توش دید. شما نگاه میکنید به این 120 سال اهدای جایزه در رشته‌های مختلف علمی، از نظر شما کدوم جایزه ها بسیار مهم بوده و شاید بشه بگیم چه مواردی بوده که باید جایزه داده میشد و نشد؟ یعنی احتمالاً به یک رشته علمی و یا به یک شخص به تحقیق ظلم شده. طبیعتاً بسیاری از پژوهش‌ها، اکتشافات و ابداعات بزرگ و نظریه‌های بدیع هستند که موفق به دریافت جایزه نوبل نشدند. بخشی از اون برمیگرده به خصوص در دوران ابتدایی اعطای جایزه نوبل به اینکه خب کمیته نوبل و هیئت داوران خیلی آشنا نبودن. همونطور گفتم مثلا در 1905 نظریه فوتوالکتریک انیشتین مطرح شد، سالها طول کشید تا 1921-22 طول کشید که کمیته نوبل متوجه چنین چیزی شد و فهمید اهمیتش رو و نوبل به آلبرت انیشتین اعطا کرد. ولی خب یک دلیلش میتونه سوگیری باشه که البته در علم کمتره، در جایزه صلح نوبل شاید بیشتر بشه دیدش یا ادبیات، و در علم احتمالاً کمتر میشه شاهد اون بود. اما یک دلیل دیگه تبصره‌های بسیار سختگیرانه‌ای که در اعطای جایزه نوبل وجود داره، و مثلا اینی که سال‌های سال بلکه ده‌ها سال بعد براش صبر کرد. مثلا پیتر هیگز نزدیک به 50 سال صبر کرد تا جایزه نوبل رو بگیره. بسیاری عمرشون قدر نمیده به اینکه جایزه نوبل رو بتونن بگیرن، و خب تبصره سختگیرانه‌ای که وجود داره این که نوبل فقط به افراد زنده تعلق می‌گیره و افرادی که درگذشتن و اونقدر زمانش طولانی شده نمیتونن ببرن. فقط یک استثناء وجود داره، اون هم جایزه نوبل پزشکی بود که در 2011 استاینمن چند روز قبل از اینکه نوبل رو دریافت کنه، کمیته نوبل از مرگش خبر نداشت و برنده جایزه نوبل اعلام شد، در حالی که نباید در گذشتگان طبق اساسنامه جایزه نوبل بهشون تعلق بگیرن، یه استثناء بود. ولی با این وجود بسیاری هستن، اکتشافات بزرگی هستن که یا در واقع عمرشون کفاف نمیده، یا اینکه در زمان خود شناخته نمیشه پژوهششون، و خب طبق اساسنامه و بندها تبصره‌های سختگیرانه نوبل موفق به دریافت نوبل نمیشن. ما در ضمن در زمینه علم می‌خواستم ببینم، همونطور که شما گفتید علم به هر حال کمتر سیاسی تره، ولی خب بیشتر برندگان جایزه نوبل در علم از کشورهای اروپای غربی و آمریکا هستند، بیشتر انگلیس و آمریکا و کمتر در کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا اروپای شرقی یا آمریکای لاتین. آیا این یک نشون دهنده اینه که در این کشورها واقعا تحقیقات علمی بیشتری انجام میگیره و طبیعتاً خب جایزه میگیرن، یا نشان از چیز دیگری هم میتونه باشه؟ ببینید، بررسی های بسیاری انجام شده به خصوص درباره فیزیک و جایزه نوبل پزشکی و شیمی، این ستا که خیلی مهم هستن توی علوم. آمریکا، آلمان و انگلستان سرتبه اول رو دارن. به خصوص در جایزه نوبل پزشکی از ابتدا، یعنی از 1901 تا سال 2015، 96 جایزه فقط از ایالات متحده بوده. در نگاه اول به نظر میرسه که خب بودجه های تحقیقاتی که تو این کشورها برای توسعه علوم مختلف به خصوص فیزیک و شیمی و پزشکی، یعنی فیزیولوژی و پزشکی استفاده میشه، طبیعتاً قوی تره، و اینکه شانس بیشتری برای پژوهش و یافته های جدید علمی وجود داره. اما پژوهش هایی هم هست که نشون میده ارتباطی اساساً به بهره هوشی متوسط اون کشورها نداره. یعنی کشورهایی هستن که بهره هوشی متوسطشون به
مراتب بالاتر از امریکا هست یا کشورهای دیگه اروپایی، اما در آمار نوبل میبینیم که اون کشورهای سهمی دارن. یعنی بنابراین نوبل به خودی خود نشوندنی نیست که اون کشوری که بیشتر صاحب جایزه نوبل شده بنابراین مردمان باهوشتری داره. چنین بررسی به ما نشون میده که این دوتا خیلی یعنی اساسا ارتباطی به هم دیگه ندارن. من اخیراً متوجه شدم که جایزه هایی که میدن خیلی از موارد مشترکه. فکر کنم قبلاً کمتر اینطوری بوده. یعنی 3 نفر 4 نفر برنده پزشکی میشن یا فیزیک میشن یا شیمی میشن. آیا پشت این سیاستی هست؟ یعنی میخوان افراد بیشتری رو تشویق بکنن یا تجلیل بکنن؟ چی هست این مسئله که ما خیلی میبینیم مشترک شده جایزه؟ به خصوص در علوم، حالا مثلا در ادبیات یا در سول همچین چیزی فکر کنم یا نیست یا خیلی نادره. بله ببینید، این هم اتفاقا یکی از اون انتقادهایی که به هیئت داوران و به اساسنامه نوبل در واقع گرفته میشه و اونم اینه که پژوهش‌هایی که تیمی انجام شدند حداکثر 3 نفر میتونن رو دریافت کنن و بنابراین طبق رتبه بندی کسانی که بیشترین سهم رو داشتن، اگر فرض کنید 4 نفر توی پژوهشی نقش داشته باشن، نقش نفر چهارم توش نادیده گرفته میشه و عملا بیش از 3 نفر طبق اساسنامه نمیتونن نوبل ببرن. این هم یکی از اون مشکلاتی که خب در کنار مسئله که قبلش گفتم میتونه باعث شه که یک کسی جایزه نوبل نبره. یه مسئله دیگه هم در کنار این من اضافه کنم به بحث قبلی، یک عامل دیگه ممکنه باعث بشه که یک فردی یک مجموعه جایزه نوبل نبره، اونم ددلاینشه، یعنی تاریخ تحویلشه که همه چیزها و کارها باید تا 31 ژانویه ثبت شده باشه و اگر بعد از اون ارائه بشه به کمیته نوبل باید تا سال بعد ثبت کنه. این اتفاق بارها افتاده. پیشبینی هایی که میشه برای جایزه نوبل، مثلا الان اگر واکسن کرونا کشف بشه، امسال پژوهشگرانی که واکسن کرونا کشف کردن برنده نوبل نخواهند شد، چون که تا 31 ژانویه باید ثبت میشد سال قبل و یعنی همین سالی که توش هستیم. و خب این اتفاق افتاد، مثلا همون سال جایزه نوبل سال 2016 همه فکر میکردن که بابت کشف امواج گرانشی رصدخانه لایگو برنده نوبل خواهد شد، در حالی که در ماه فوریه اعلام شده بود خبرش و قدری دیرتر شده بود، یه چند روز دیرتر بود. به خاطر همون چند روز مجبور شد که، خیلی از همکاران من هم به اشتباه افتادن، فکر کردن اون سال به عنوان جایزه نوبل اعلام میشه ولی نشد، تا 2017 باید ثبت میکرد. به هر حال تبصره هایی که صحبتشو کردم طبق اساسنامه، یکیشون هم همین مسئله است که نقش نفرات بعدی بیش از 3 نفر رو نادیده میگیره و خب خیلی ها به این ایراد میگیرن که به خصوص در علوم مختلف عملا تعداد زیادی از افراد مشارکت میکنن تو پژوهش و به خصوص در فیزیک و شیمی و پزشکی عملا قطعا بیش از 3 نفر هستن که تو پژوهش ها دخیل هستن. آقای قصرایی، سوال آخر رو میخواستم از شما در این باره بپرسم که آیا اونایی که جوایز تعیین میکنن موقعی فقط به دستاورد علمی نگاه میکنند یا به اخلاقیات توجه دارن، به کاربرد استفاده خیر از اون کشفیات هم توجه دارن؟ یعنی الان اگه بیاد یه دانشمندی مثلا یه چیزی رو حالا کشف بکنه، پیدا بکنه که خیلی ها از لحاظ اخلاقی با اون مخالف باشن، میتونه مشمول بردن جایزه بشه یا برای اونا اخلاقیات هم مهمه؟ ببینید، طبق اساسنامه فلسفه‌ای که خود آلفرد نوبل در واقع پایه‌گذاری کرد برای تای جایزه نوبل این بود که خدمتی به بشریت بشه. بنابراین طبق بندها و تبصره های کمیته نوبل برای اعطای جایزه، این در نظر گرفته میشه که یک خدمتی به بشریت شده باشه و از این رو کاری که خود نوبل هم کرد، نوبل بیش از 350 تا اختراع ثبت شده داشت و در واقع این طرحی که نوبل برای اعطای جایزه ریخت بابت کاربرد ناشایستی بود که از اختراع اون شده بود در جنگ و نگاه دینامیت باشه دیگه. بله دینامیت، بله. و خب نگاه کمیته نوبل و هیئت داوران به اینه که اون اکتشاف یک فایده‌ای به حال بشر داره و همونطور که الان صحبتشو کردیم، امسال اگر یک شرکت، یک مؤسسه پژوهشگری واکسن کرونا رو کشف کنه، بی تردید و تقریبا 100% میتونیم اون رو برنده جایزه نوبل سال آینده در فیزیولوژی و پزشکی بدونیم، به خاطر اینکه یک کمکی، یک فایده‌ای به حال بشریت داشته. امیدوارم هر چه زودتر آقا اینو کشف کنن ما خلاص شیم از شر این ویروس کرونا. خیلی ممنونم از شما آقای عرفان کسرایی. ممنونم.
یکی از معروفترین و گاهی جنجالیترین جایزه های نوبل جایزه صلح است. اهدای این جایزه به هنری کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا در سال 73 میلادی به دلیل مذاکرات با مقامات ویتنام شمالی برای پایان دادن به جنگ آمریکا در آن کشور با انتقادات مواجه شد، چون در هنگام اهدای جایزه جنگ هنوز ادامه داشته. حتی اهدای این جایزه به باراک اوباما در سال 2009 هم مناقشه برانگیز شد. منتقدان می گفتند که او تازه به ریاست جمهوری آمریکا رسیده و هنوز کار مهمی برای صلح جهانی انجام نداده. از سوی دیگر بعضی از صلح دوست‌ترین چهره‌های تاریخ جهان مثل مهاتما گاندی رهبر استقلال هند و واسلاو هاور رهبر انقلاب غیر خشونت آمیز چکسلواکی هرگز این جایزه را دریافت نکردند. ولی دالای لاما یکی از شخصیت‌هایی که به راه گاندی اعتقاد داشت در سال 89 این جایزه را دریافت کرد. گزارشی داریم درباره این رهبر دینی بودایان تبت. دالای لاما عنوانیه که به رهبر معنوی و پیشوای آیین بودایی تبتی اطلاق میشه. این لقب به معنای دریای حکمته. در طول تاریخ دالای لاماها رهبری سیاسی این کشور باستانی در کوهپایه‌های هیمالیا رو هم بر عهده داشتن، اما وضعیت سیاسی و فرهنگی تبت با حمله و اشغال این کشور از سوی کشور همسایش یعنی چین به کلی دگرگون شد. لهاما دوهندوب 2 ساله بود که به عنوان 14 دالای لاما شناخته شد و اسم تنزین گیاتسو رو برای اون انتخاب کردن. دالای لاماها کسانی نیستن که برگزیده بشن. دالای لاماها رو باید پیدا کرد. بودایان تبتی عقیده دارن که وقتی یک دالای لاما میمیره، روحش در وجود کودکی تناسخ پیدا میکنه. به این ترتیب دالای لامای کنونی در اصل همون نخستین دالای لامایی که حدود 600 سال پیش میزیست. گیاتسو رسماً در سال 1940 بر اریکه نشست. تحصیلاتش رو در صومعه آغاز کرد و تا دریافت دکترای فلسفه بودایی ادامه داد. اما در سال 1950 که دالای لاما 15 ساله بود، ارتش چین کمونیست به تبت یورش برد و این کشور رو به اشغال خودش درآورد. در سال 1959 اهالی تبت به خیابون‌ها ریختن و خواهان پایان یافتن سلطه چین بر کشورشون شدن. اما نظامیان چینی این شورش رو به شدت سرکوب کردن و هزاران نفر از معترضان جان باختند. دالای لاما پای پیاده به هند گریخت و در شمال این کشور مستقر شد. 80,000 تبتی به دنبال اون به تبعید رفتند. اکثر تبتی ها اشغال سرزمینشون از سوی چین کمونیست رو غیر قانونی میدونن و چینی ها رو به از بین بردن فرهنگ تبت متهم میکنند. در جریان انقلاب فرهنگی چین در سالهای 1966 تا 1976 کمونیست‌ها انبوهی از معبدهای تبتی را از بین بردن و راهب‌ها و راهبه‌ها را به زندان انداختن تا آیین بودایی تبت را زیر سلطه خودشون درآورن. در حال حاضر اوضاع تا حدودی بهبود پیدا کرده، اما راهبان تبتی هنوز زیر نظرن. باید متوجه باشیم که تبت فرهنگ خاص خودش رو داره. باید از میراثی که نیاکانمون برای ما گذاشتن پاسداری کنیم و اونو به نسل آینده بسپاریم. این بهترین شیوه برای حفاظت از فرهنگ ماست. اگر در حفاظت از این فرهنگ و این یادگارها کوتاهی کنیم، پیامدهای فاجعه باری در انتظارمون خواهد بود. دالای لاما در تبعید تلاش‌های خودش برای حراست از فرهنگ مردم تبت رو آغاز کرد و داستان رنج و مصیبت اونها رو به
به گوش جهانیان رسوند. دولت چین هنوز نمیخواد بپذیره که دالائی لاما به دنبال استقلال نیست. رویکرد ما اینه، ما خواهان جدایی نیستیم. میخواییم در همون چارچوب جمهوری خلق چین بتونیم به طور کامل از میراث فرهنگی بی همتایی که داریم، از جمله زبان و محیط زندگی خودمون حفاظت کنیم و به توجه ویژه نیاز داریم. اگه حقیقتاً حکومت خودگردان نداشته باشیم، نمیتونیم این کار رو بکنیم و هیچ تضمینی نیست که بتونیم از میراثمون محافظت کنیم. دالائی لاما با رهبران سیاسی بسیاری از جمله نلسون ماندلا و آنگلا مرکل دیدار کرده و بسیاری از چهره‌های سرشناس از مبارزات اون پشتیبانی کردند. دالائی لاما از راه میانه دفاع میکنه که به معنی اعطای خودگردانی واقعی به سرزمین تبت در قالب کشور چینه. او به دنبال گفتگو با دولت چین بوده و همیشه از مبارزه خشونت پرهیز حمایت میکنه. گفتگوها بین دو طرف از سال 1993 به بن‌بست رسید و تقریباً تا یک دهه متوقف موند. در سال 2002 مذاکرات از سر گرفته شد و تا به حال ادامه پیدا کرده، هرچند که هیچ پیشرفت محسوسی نداشته. در نهایت رویای من اینه که تبت سرزمین صلح و رهایی از خشونت بشه. این حرفیه که من همیشه گفتم. در مواجهه با خشونت‌های وحشیانه، دالائی لاما به مبارزه صلح‌آمیز و تلاش برای سازش و آشتی‌جویی ادامه داد و به همین دلیل هم در سال 1989 به عنوان برنده جایزه صلح نوبل شناخته شد. دالائی لاما حالا به 85 سالگی رسیده و توانایی جسمیش رو به افول میره. مسئله جانشینی او به لحاظ سیاسی به شکل بغرنجی در اومده. با درگذشت او، دنیا با دو دالائی لاما مواجه خواهد شد. یکی دالائی لامایی که دولت چین انتخاب میکنه و دیگری دالائی لامایی که تبعیدیان تبتی معرفی خواهند کرد. یک نکته رو میخوام به صراحت بگم. تا جایی که به مسئله تناسخ من مربوط میشه، مرجع نهایی در این باره خود من هستم، نه هیچ کس دیگه. و طبعاً نه کمونیست‌های چین. این البته ربطی به مسائل سیاسی نداره. در مورد اون مسائل رهبر حزب میتونه تصمیم گیری کنه. اما این یک مسئله دینی و مخصوصاً این مسئله تناسخ از مسائلیه که کمونیستا بهش باوری ندارند. دایره مخاطبان دالائی لاما از جامعه تبتی‌ها بسیار فراتر میره. دالائی لاما که عمر خودش رو بر سر پاسداری از حقوق انسانی و فرهنگ مردم تبت گذاشته، حالا به عنوان یکی از رهبران برجسته دنیا به رسمیت شناخته میشه. با این حال، کشورهای اندکی این شهامت رو از خودشون نشون دادن که در برابر اقدامات کمونیست‌های چینی بایستند. دالائی لاما میگه که دولت کمونیست چین کمر به نابودی ملت او بسته و این خطر وجود داره که پس از درگذشت او این فاجعه به وقوع بپیونده. در ادامه برنامه، چرا تعداد زنانی که جایزه نوبل را دریافت کردند تنها حدود 5% تعداد مردان است؟ شیرین عبادی، تنها ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، از تأثیرات دریافت این جایزه بر زندگی برندگان میگوید و چرا با وجود ادبیات غنی فارسی تا کنون هیچ ایرانی در این رشته جایزه نوبل دریافت نکرده؟ خوش اومدید به بخش دوم برنامه. از زمان تأسیس جایزه نوبل در 120 سال پیش
تا سال گذشته از حدود 600 دانشمندی که در رشته‌های فیزیک، شیمی و پزشکی نوبل دریافت کردند، تنها حدود 20 نفر از آنان زن بودند. گرچه یکی از برندگان جایزه فیزیک امسال که روز سه‌شنبه اعلام شد زن بود، ولی این چهارمین باری است که در کل تاریخ جایزه نوبل زنان در رشته فیزیک جایزه دریافت کردند. این در حالی است که ماری کوری تنها کسی است که در دو رشته مختلف فیزیک و شیمی جایزه نوبل در اوایل قرن بیستم دریافت کرد. گزارشی داریم درباره زنان و جایزه نوبل. از گسترش دادن قلمروهای علم تا حمایت از حقوق کودکان، زنان برنده جایزه نوبل به درستی به عنوان چهره‌ای شناخته میشن که دنیا رو از جهات مختلف دگرگون کردن. اما از سال 1901 از 950 جایزه نوبلی که اهدا شده، تنها 54 جایزه به زنان رسیده. بسیاری بر این باورند که کمیته نوبل بسیاری از دستاوردهای زنان رو نادیده گرفته. ملاله یوسفزای جوانترین برنده جایزه نوبل به شمار بود. او در دره سوات در پاکستان بزرگ شد، منطقه‌ای که در کنترل بنیادگرایان مذهبی طالبان قرار داشت. ملاله در وبلاگش از این مینوشت که طالبان مانع از مدرسه رفتن بیشتر دختران میشن. Millions of girls around the world. برخلاف من و شما، میلیون ها دختر در سراسر دنیا آموزش‌های لازم برای کار کردن در دنیای امروز رو ندیدن. اگه خواهان دنیای پرثمری هستیم که در اون زنان و دخترها بتونن بدرخشن، رهبران ما باید برای آموزش دختران سرمایه گذاری کنن. نیروهای طالبان دو بار به صورت او شلیک کرد. اون زمان اون 15 ساله بود. اما ملاله مرعوب نشد و به مدرسه رفتن و دفاع از حق آموزش دختران ادامه داد و تا اونجا ادامه داد که در سال 2014 به جایزه صلح نوبل هم دست پیدا کرد. شهامت و عزم راسخ از خصوصیات یکی دیگر از زنان برنده جایزه صلح نوبل هم بود. نادیه مراد اولین عراقی، اولین کرد و اولین ایزدی بود که جایزه نوبل رو دریافت کرد. در سال 2012 گروه بنیادگرای دولت اسلامی یا همون داعش به روستای محل زندگی او حمله کرد و 600 نفر رو به قتل رسوند. 6 نفر از کسانی که کشته شدند برادران و خواهران نادیه بودند. در سال 2014 داعشی ها نادیه رو همراه با عده زیادی از زنان ایزدی دیگر به اسارت بردند. نادیه تا ماه‌ها مورد شکنجه و تجاوز قرار می‌گرفت تا اینکه بالاخره تونست از دستشون فرار کنه. نادیه مراد آب و بهره‌کشی جنسی از اسیران در مناطق تحت کنترل داعش کرده بود به دریافت جایزه صلح نوبل نائل شد. اون سازمانی هم برای مبارزه با خشونت‌های جنسی تأسیس کرده و همچنان به فعالیت‌هاش علیه بهره‌کشی جنسی از اسیران جنگی ادامه میده. من با پولی که از بابت جایزه صلح نوبل به دست آوردم بیمارستانی در سنجر می‌سازم برای درمان بیماران و مخصوصاً زنان بیوه شده و زنایی که ستیزجویان داعش اونا رو مورد سوء استفاده جنسی قرار دادن. من به زودی با سازمان‌های بشردوستانه تماس می‌گیرم تا کار احداث این بیمارستان رو آغاز کنیم.
تونی موریسون از اندک زنان نویسنده‌ای که جایزه نوبل گرفتند. او اولین نویسنده آمریکایی آفریقایی تباری بود که برنده این جایزه شد. تونی موریسون در آثارش در زندگی آمریکایی‌های آفریقایی تبار کاوش می‌کرد و با آمیزه‌ای از جادو و اساطیر و خرافات داستان‌های خیال‌انگیز می‌نوشت. او در سال 1993 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. آکادمی نوبل سوئد به عنوان اهدا کننده این جایزه رمان‌های او را رویابینانه و شاعرانه خوانده بود. در سالهای گذشته زنان در زمینه علوم هم به درخشش رسیدند. دکتر دونا استریکلند فیزیکدان یکی از سه زنیه که جایزه نوبل فیزیک رو دریافت کردند. او با پژوهش‌های خودش تونسته سازوکاری برای افزایش بی‌سابقه سرعت و دقت پرتوهای لیزر ابداع کنه. این نوآوری به پیشرفت پژوهش‌ها در رشته فیزیک کمک شایانی می‌کنه. به این وسیله فیزیکدان‌ها می‌تونن مدت زمانی رو اندازه بگیرن که یک الکترون برای خارج شدن از یک ذره صرف می‌کنه. این فناوری همچنین به افزایش سرعت و ایمنی در عمل جراحی چشم هم کمک خواهد کرد. دکتر استریکلند نخستین زنیه که در 55 سال گذشته به جایزه نوبل دست پیدا کرده. تصور میکردم شاید تعداد بیشتری از زنان این جایزه رو ببرن، اما فکرشو هم نمیکردم که برنده خودم باشم. خب روشنه که باید از حضور فیزیکدانان زن خوشحال باشم و حالا که ما در این عرصه حضور پیدا کردیم و امیدوارم حضور به موقعی بوده باشه، فعالیت زنان در این عرصه پررنگتر میشه و شتاب میگیره. شیرین عبادی پیشاهنگ زنان ایرانی برای دست یافتن به جایزه نوبل شد. او اولین ایرانیه که برنده این جایزه شده. شیرین عبادی مدافع حقوق زنان و حقوق اقلیت هاست و بارها بدون دریافت هیچ دستمزدی وکالت فعالان جامعه مدنی رو بر عهده گرفته. آکادمی سوئد مسئولیت انتخاب و اهدای جوایز رو بر عهده داره. در سال 2018 یکی از مردان سرشناس در محافل فرهنگی استکهلم که رابطه نزدیکی با آکادمی سوئد داشته به سوء استفاده جنسی از 18 زن متهم شد. این ماجرا لطمه شدیدی به آبرو اعتبار آکادمی نوبل سوئد زد که به تلاش‌های خودش برای ارج گذاشتن به دستاوردهای زنان میبالید. اما هیچ نهادی وجود نداره که بی عیب و نقص باشه. با مداخله پادشاه سوئد اعضای این آکادمی استعفا کردند تا کسانی به جای اونها برگزیده بشن که به حقوق زنان احترام میگذارند. ده ها ساله که آکادمی سوئد از حقوق برابر برای زنان حمایت میکنه. حالا باید دید که جایزه نوبل از این به بعد چگونه به این حقوق احترام خواهد گذاشت. همونطور که در این گزارش دیدیم، شیرین عبادی یکی از معدود زنان و تنها ایرانی است که 17 سال پیش جایزه نوبل در صلح دریافت کرد. حالا خانم عبادی اینجاست تا درباره تأثیر جایزه صلح نوبل در زندگی برندگان این جایزه گفتگو کنیم. خانم عبادی، میخواستم از شما بپرسم موقعی که شما جایزه رو دریافت کردید، به هر حال جایزه صلح جایزه مهم و معتبریه، چه تأثیری روی زندگی شما گذاشت اصولاً؟ اجازه بدین اول سلامی بکنم به شما و همه هموطنان عزیزم که من رو میبینن. جایزه صلح نوبل البته که جایزه معتبری است. تأثیری که روی زندگی برندگان اون جایزه خواهد داشت بیشتر ناظر به فعالیت‌های برنده است.
در حقیقت وقتی که میخوان به کسی جایزه بدن، اول سوژه رو انتخاب بکنن. مسئله مهم این است که روی چه سوژه‌ای در جهان میخواهن نورافکن بیافکنن، یعنی مشکل جهان در یک زمان بیشتر چیست، و بعد سعی میکنن کسی رو که بهترین هم کننده اون سوژه باشه انتخاب بکنن و به جایزه بدن. به همین دلیل نورافکن در حقیقت روی فعالیت‌های شخص و مرتبط با شخص روشن میشه. فعالیت من در زمینه حقوق بشر بوده و هست و تأثیر این جایزه در زندگی حرفه‌ای من به این صورته که شما اگر به ایران نگاه کنید و به رسانه‌های فارسی زبان نگاه کنید، ببینید توجه و اقبال عموم ایرانیان به مسائل حقوق بشر و اصولا ضوابط حقوق بشر بعد از این جایزه چقدر بیشتر شده. یعنی من به خاطرم میآید که 30 سال قبل وقتی که رسانه‌های حکومتی می‌خواستن به کسی ناسزا بگویند، به اون می‌گفتن ای طرفدار غرب، ای حقوق بشری، ای فمینیسم، ای دموکرات، ای لیبرال، تمام اینها به عنوان ناسزا به کار برده می‌شد. اما الان حتی افرادی که داخل حکومت هستن مدعی طرفداری از حقوق بشر شدن. حالا هرچند که درست نمیگن، ولی که الان حقوق بشر یه ارزشه، یه ارزش اجتماعیه در ایران و این اهمیت این جایزه است. بسیار خوب. در سطح جهانی چطور؟ یعنی شما به حال بعد بلافاصله یک شبه اصطلاح یه شخصیت جهانی میشید، حرفتون برد داره، جاهای مختلف میرید، در مورد شما اینطوری بوده درسته؟ بله همینطور بوده. این جایزه بلندگوهای زیادی رو در سراسر دنیا در اختیار برندگانش قرار میده که از اون بلندگوها میتوانند استفاده بکنند برای رساندن صدای خودشون و رسالتی که برای خودشون متصور است. من یادم در اون روزهایی که شما جایزه بردی، البته من خودم اومدم در همون روز در پاریس با شما یادم مصاحبه کردم، ولی واکنش هایی که در ایران بود، خب شما بعدن که بعد از مدتی برگشتید ایران، عده زیادی اومدن فرودگاه از شما استقبال میکردن، شادی میکردن که یک ایرانی، یک زن ایرانی جایزه صلح نوبل برده، و از طرف دیگه واکنش های حکومتی بوده. میخواستم ببینم اون واکنش های اون روزا رو شما چطوری الان نگاه میکنید بهش؟ واکنش ها در حقیقت از دید من میشه به دو دسته کلی تقسیم بشه. یه دسته ای که کاملا با این مسئله به صورت منفی برخورد کردن، از جمله برخی از نشریات که در رأسش روزنامه کیهان بود، انواع اقسام تهمت ها رو به من و به هیئت داوران این جایزه داده بود و گفته بود که اینها الو بلند و کلمات ناشایستی که در مورد دیگران به کار برده بود، من نمیخوام تکرار بکنم. به هر حال و آقای خاتمی هم که در پاسخ به یک خبرنگار گفته بودن که این جایزه ارزش نداره، اونی که ارزش داره جایزه نوبل ادبیات صلحش که ارزشی نداره. و اما عده دیگری از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس ششم بسیار با دید مثبت به این جایزه نگاه کردن. اینه که بعضی ها مثبت نگاه کردن، بعضی ها منفی، و بعضی ها هم فکر کردن که ساکت باشن بهتره، مثل صدا و سیما که بعد از اینکه اعتراض زیادی مردم کردن که چرا شما حرفی نمیزنید، در یک برنامه تلویزیونی تقریبا ساعت 9:30 شب بود که 1 دقیقه گفتن که بله یه ایرانی به نام شیرین عبادی برنده جایزه شد و دیگه تمام. و این تنها موردی بود که در تلویزیون ایران
طی 42 سال از من نام برده شد. یعنی از روز اول من نامم جز اسامی ممنوعه بود تا به امروز، و غیر از اون شب که اینها خبر اعلام جایزه رو خیلی کوتاه در ساعتی که امیدوار بودن اکثر مردم خواب باشند پخش کردن. بله بله، خیلی ممنونم و امیدوارم بتونید همچنان به فعالیت‌های حقوق بشریتون ادامه بدید. متشکرم. یکی دیگر از جایزه‌های بسیار مهم نوبل در رشته ادبیات است. با اینکه نویسندگان بزرگی این جایزه را دریافت کردند، ولی بعضی از برجسته‌ترین نویسندگان هم از دریافت آن محروم شدند. از جمله لئو تولستوی، آنتون چخوف، جیمز جویس، امیل زولا، آرتور میلر و مارک توین. بعضی ها از مسئولان جایزه نوبل ایراد می‌گیرند که گاهی به دلیل‌های سیاسی نویسندگان شایسته ای را از دریافت این جایزه محروم کردند. از انتقادات دیگری که به اهدای این جایزه وارد می‌شود، تأکید آن بر نویسندگان غربی است. ولی در دهه‌های اخیر نویسندگان ترک و عرب این جایزه را دریافت کردند. ولی هنوز با وجود ادبیات غنی فارسی کسی از ایران این جایزه را دریافت نکرده. در این باره گفتگوی داشتم با احمد کریمی حکاک، پژوهشگر ادبیات و مترجم بسیاری از کارهای ادبی فارسی به انگلیسی. آقای کریمی حکاک، ما نویسندگان بزرگی داشتیم، از صادق هدایت، نمیدونم، شاعرانی مثل شاملو، خانم بهبهانی، فروغ فرخزاد که عکساشون اینجا داریم، و شما خیلی از این آثار رو ترجمه کردید. چرا ما ایرونی ها نتونستیم جایزه نوبل ادبیات بگیریم، در صورتی که ترک ها، عرب ها، هندی ها، یعنی همسایگان ما در منطقه همه در این رشته موفق بودند؟ بله، این پرسش از آقای سبا که خیلی از امثال من میشه، برای اینکه خب ما هم فکر میکنیم که چرا این اتفاق نیفتاده. ولی از همین عکسایی که شما گذاشتی اونجا شروع بکنیم. فروغ فرخزاد که خیلی زود درگذشت و من فکر میکنم شاید او این شانس رو داشت اگر میموند و به گفتن شعرهایی که مثل اونها رو قبلا گفته بود و یا از اونها هم فراتر میرفت، شاید این شانس رو میداشت. ولی صادق هدایت رو شما با معیار صادق هدایت ایرانی اگر اندازه بگیرید در چشم ایرانیان، اونم انسان عزیزی است. ولی آیا مگر نه اینکه یک نجات طلبه، نجات پرسته، مگر نه اینکه یک رگه شدید ضد عرب داره؟ خب اینها من فکر میکنم، بدون اینکه بدونم اطلاع دقیق داشته باشم، چون میدید کمیته نوبل هرگز نظر خودش رو پاش نمیکنه، ولی فکر میکنم شاید اگر شما و من هم در کمیته بودیم و صادق هدایت رو بحث میکردیم، فکر میکردیم بله نویسنده بزرگی است، کارهای خوبی و خصوص بوبکور خیلی کار پیچیده و زیبایی است. ولی خب کافکا هم نگرفت، شاید به همین دلیل که این، من فکر میکنم بخش بزرگی از ادبیات ما، چه منظوم و چه منصور، نسخه پیچیدنه، در حالی که ایدئولوژی زدایی بخشی از اهتمام کمیته نوبل باید باشه. آقای کریمی حکاک، از این مسئله بگذاریم که البته مسئله مهمی هم هست، تمهایی که در ادبیات معاصر فارسی وجود داره، چه در نثر چه در شعر، آیا فکر میکنید اون موضوعات جهانی هستند که برای دیگران هم قابل درک باشن و بخوان ایران و این آثار رو در نظر بگیرن برای اهدای جایزه؟ یعنی از لحاظ محتوایی ما به اون حد رسیدیم؟ سخته برای من گفتنش، ولی واقعا من فکرم بیشتر آثاری که من میخونم، اگر با کلاه قضاوت این که آیا این وضع بشر رو به طور کلی توصیف میکنه و تحلیل میکنه، یا آیا به شکلی وضع یک گوشه‌ای از انسانیت رو که مثلا بگیم ایرانیان باشند و اینها توضیح میده و تحلیل میکنه، من فکر میکنم در مورد نویسندگان ما این دومی بیشتر صادقه. یعنی ما هنوز به بیان جامعه‌مانه‌ای از وضع بشر در ادبیات فارسی نرسیدیم. همه نویسندگان ما برای ما عزیز هستند، ولی اگر مثلا همینها بزرگترین نویسندگان ما رو با نجیب محفوظ که جایزه نوبل رو در سال 1988 برد، یا با اورهان پاموک که جایزه نوبل رو در سال 2006 برد، مقایسه بکنید، میبینید که
نه به اصطلاح جانبداری چندانی از وضعیت مثلا انسان مصری در آثار نجیب محفوظ دیده میشه و نه اون گونه علاقه‌ای که اورهان پاموک به شهر استانبول داره که البته شهر جهانی است. فکر میکنم باید نویسندگان ما از حالت بومیگرایی هم بیان بیرون و به شکلی فکر کنن که مثلا اگر ما به زبان فارسی می نویسیم، زبان فارسی روزگاری زبان جوامع بسیاری بوده و اون میراث رو باید پاس داشت. شاید اگر سیمین بهبهانی فقط غزل سرای بزرگی نمی بود و انواع شعر رو تجربه کرده بود و چون تفکر او از همه شاید نزدیکتر بوده باشه به تفکری که میتونست جایزه نوبل رو ببره، مثلا تنها شاعری که من میشناسم که بعد از 11 سپتامبر شعری گفت به نام ارهاب و در تقبیح این از کار تروریستی 11 سپتامبر گفت، این شعر خوبی است ولی یک غزل 10-11 خطی است و اونقدر اون اثری رو نداره که آثار متعددی از اونوی که نجیب محفوظ یا اورهان پاموک نوشتن. مثلا البته هند رو که شما اسم بردید داستان دیگری است، برای اینکه واقعا در اولین کسی که جایزه نوبل ادبی رو برد در قرن بیستم در 2013 تاگور بود و خب تاگور شاعر بزرگی است و هند کشور وسیعی است و استعدادها و نبوغ‌های ادبی بس بسیار بیشتری در اونجا پرورده شد و او هم شعرش به راستی به شکلی میشود گفت از یک سو با حافظ و دیگر شاعران هندی فارسی زبان مثل بیدل و قالب و اینها برخورد میکنه و از سوی دیگری مثل اینکه انسان هندی رو به میانه قرن بیستم پرتاب میکنه و فرهنگ مداراگری است که بعد از اون هم از دلش گاندی مثلا در میاد. یک چنین فرهنگی رو ما هنوز در ایران به خودمون ندیدیم. آقای کریمی حکاک، من میدونم شما شخصا بسیاری از آثار معاصر فارسی رو، ادبی فارسی رو به فارسی به انگلیسی ترجمه کردید. بله. آیا فکر نمی‌کنید در این در به حال این نویسندگان و شاعران همه به فارسی می‌نویسند، در ترجمه آثار اینها هم کمکاری شده؟ البته میدونم شما خیلی زحمت کشیدید، ولی در مجموع دارم میگم بها غربی باید از یه طریق آشنا بشن با این آثار. فرهنگی است که بسیار اثر تولید میکنه، ولی این آثار اون بخشی که ارزش دارن، کسانی مثل من چند نفر دانشگاهی برای اینکه علاقه ای هست از جانب دانشگاهیان آمریکا یا انگلستان یا کلن سرتاسر جهان که ادبیات فارسی رو هم بشناسن ترجمه میکنید، ولی معیارهای کمیته نوبل معیارهای دیگریست، معیارهاییست با تخیل سر و کار داره، با نمایش زیبایی سر و کار داره، خیال خلاق انسانی رو قدر میگذاره. این چیزاست که من فکر میکنم با این معیارهای ذهنی و این معیارهای خیال خلاق شاید ما اندکی کم میاریم و تا الان اینطور آوردیم. البته اون بعد سیاسی نوبل رو هم نباید دور از نظر داشت. حقیقت این است که یک بعد سیاسی، بالاخره سوئد یک کشوری است در شمال اروپا و بسیاری از جایزه های ادبی نوبل به نویسندگان اروپایی و آمریکایی تعلق گرفته، بیشتر از همه اونها بعد از اونها به آمریکای لاتین و بعد از اون این سوان سوی جهان. ولی من امیدوارم که در دوران زندگی من و شما آقای سبا ببینیم یک ایرانی که جایزه نوبل رو برده به خاطر خلاقیتی که استحقاقش رو داشته باشه. بسیار عالی، ما هم امیدواریم. خیلی از شما ممنونم، احمد کریمی حکاک. رسیدیم به پایان برنامه این هفته. به اطلاع میرسانم که در چند هفته آینده به دلیل پوشش انتخابات آمریکا برنامه ما در پنجشنبه ها به جای ساعت 6:30 به وقت ایران در ساعت 4 بعد از ظهر پخش خواهد شد. در ضمن با برنامه ما می توانید با این ایمیل مستقیما تماس بگیرید: sabashow@voluntmedia.net. تا برنامه بعد خوب و خوش باشید.